سر خط خبرها. واکنشا به کشته شدن ابوبکر بغدادی، مرگ رهبر داعش شاید پایان کار این گروه نباشد. گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول، این سازمان میگوید ایران برای جبران کسری بودجه به نفت 194 دلاری احتیاج دارد. بازشماری بخشی از آرای ریاست جمهوری افغانستان، عبدالله میگوید انتخابات به دور دوم نمی‌رود. و موافقت اتحادیه اروپا با تعویق 3 ماهه برگزیت، بررسی پیشنهاد انتخابات زود هنگام در پارلمان بریتانیا. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. جامعه بین‌الملل و دولت‌های سراسر جهان از کشته شدن رهبر داعش در عملیات آمریکا استقبال کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیروز اعلام کرد که ابوبکر بغدادی در شمال غرب سوریه در محلی که پنهان شده بود کشته شده. با وجود استقبال دولت‌های مختلف، سیاستمداران و کارشناسان هم نظر هستند که با وجود مرگ رهبر داعش انتظار می‌رود حمله‌های این گروه و کسانی که با آن تعلق فکری و عاطفی دارند ادامه پیدا کند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. این اثر به جامانده از عملیات آمریکا برای کشتن ابوبکر بغدادی است. محل اختفای او اینجا با خاک یکسان شده. اطرافیان رهبر داعش یا کشته شدند یا تسلیم. روایت دونالد ترامپ از این عملیات آن بود که ابوبکر بغدادی با یک جلیقه انتحاری دست 3 کودکش را گرفت و به داخل یک تونل فرار کرد. ولی وقتی به بن‌بست رسید، خود و فرزندانش را منفجر کرد. لحظات پایانی عمر پرماجرای ابوبکر بغدادی اینجا در باریشا واقع در شمال غربی سوریه گذشت. آمریکا میگوید همسایگان سوریه از جمله عراق، ترکیه و همچنین روسیه همکاری خوبی از خود نشان دادند. این عملیات بی‌نقص بود و موفقیت آن در گروه همکاری دیگر دولت‌ها. من می‌خوام از روسیه، ترکیه، سوریه و عراق و همچنین کردهای سوریه تشکر کنم. رهبران گروه‌های کرد مورد اشاره گذرای دونالد ترامپ قرار گرفتند، اما اصرار داشتند که تأکید کنند نقش آنها در یافتن و کشتن ابوبکر بغدادی کلیدی و از همه مهمتر بود. المشترك لأكثر من 5 أشهر در نتیجه 5 ماه کار مشترک اطلاعات نظامی نیروهای دموکراتیک کرد سوریه و آمریکا و با هماهنگی در بالاترین سطوح سرکرده گروه تروریستی داعش به هلاکت رسید. واکنش‌های بین‌المللی به کشته شدن ابوبکر بغدادی اساساً این بود. مرگ او یک ضربه بزرگ به داعش است، ولی تفکر و خطر داعش همچنان پابرجاست. دیروز که اخبار مرگ ابوبکر بغدادی در کانون خبرها بود، ایرانیان درگیر سالگردهای سوگواری مذهبی خودشان بودند. منابع آمریکایی میگویند ابوبکر بغدادی و تلویزیون ایران تنها به ذکر کوتاه خبر اکتفا کرد. اما امروز تلویزیون ایران کوشید صحت اصل خبر را زیر سوال ببرد. ابراز شک و تردید کارشناسان و برخی رسانه‌ها درباره روایت آمریکایی‌ها از حالات در این بخش خبری به تمام نظریه‌ها و واکنش‌هایی که نسبت به مرگ ابوبکر بغدادی ابراز تردید کرده‌اند پرداخته شده. جنبه دیگر واکنش‌ها در بعضی محافل ایران و بعضی دیگر نقاط جهان این بود که اگر آمریکا واقعاً ابوبکر بغدادی را کشته، دست پرورده خودش را کشته که تاریخ مصرفش تمام شده بود. تحلیلی که هرچند با واقعیت‌ها و تحلیل‌های کارشناسی همخوانی ندارد، اما فرمول ساده‌ای را برای یک فهم پدیده پیچیده به نام ابوبکر بغدادی، داعش و افراطی‌گری اسلامی ارائه می‌دهد. سیاوش اردلان، بی بی سی. خبرنگار ما سام فرزانه از واشنگتن با ماست. سام، واکنش دموکرات‌ها به خبر کشته شدن ابوبکر بغدادی چه بوده؟ ببینید، دموکرات‌ها خب قاعدتاً یک بخشی از حکومت آمریکا هستند. 2 حزب در این کشور فعال هستند. یکی از اونها حزب دموکرات هست که فعلاً خارج از دولت و
و اونها بسیار برآشفته بودن از این حرف که اصلا دونالد ترامپ و دولت آمریکا اونها رو مطلع نکرده بودند از این اتفاقی که داره میفته. به هر حال مجلس نمایندگان در دست دموکرات هاست و بنا به سنت و قوانین آمریکا اونها انتظار داشتند که پیش از انجام یک عملیات نظامی مهم مثل عملیاتی که برای دستگیری یا کشتن ابوبکر بغدادی بود، دست کم اونها در جریان قرار بگیرند. اما اینطور که خود آقای ترامپ گفته، میگه که دلیل اینکه نگفتن، این رو اطلاع ندادن، اینه که یکی از دموکرات‌ها به نام آدام شیف که ریاست کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان رو به عهده داره، فردیه که خبرها رو همیشه درز میده. میدونیم که این فرد آدام شیف رهبری گروهی رو به عهده داره که مشغول تحقیق درباره آقای ترامپ هستند و دارن سعی میکنن مواردی برای استیضاح او رو آماده بکنن، با افراد مختلفی دارن مصاحبه میکنن و آقای ترامپ از هر فرصتی استفاده کرده برای اینکه به آدام شیف ضربه بزنه. این رو هم میدونیم که انتقاد اونقدر بالا گرفته از اینکه خب چرا این کار رو انجام ندادن و دموکرات ها رو در مخفی نگه داشتن از دموکرات ها این اطلاع رو. دیروز معاون رئیس جمهوری آمریکا در یکی از مصاحبه هایی که با شبکه فاکس داشت مجبور شد که یک مقدار این موضع رو تلطیف بکنه، اما به هر حال امروز خود آقای ترامپ سعی کرد که هر گونه شک و شبهه‌ای رو از بین ببره و بگه که دموکرات‌ها کسانی هستن که خبرها رو درز میدن. خب این برای دموکرات‌ها هم خیلی گرون تموم شده، چون اونها میگن چطور روسیه، ترکیه یا کشورهای دیگه از این عملیات اطلاع داشتن، اما بخشی از حکومت ایالات متحده در تاریکی نگه داشته شده. صحبت‌هایی هم مطرح شده درباره توصیف دونالد ترامپ از لحظه‌های آخری که منجر به مرگ ابوبکر بغدادی شد. همینطور آقای ترامپ میگفت که وقتی که ابوبکر بغدادی در این تونل ها میدویده در حال گریه زاری بوده و به حالت خیلی زار و نزاری تصمیم میگیره که خودش رو منفجر بکنه و خودش رو به همراه سه فرزندش بکشه. اما گزارش هایی هم داره میاد از وزارت دفاع آمریکا که میگن که امکان اینکه آقای ترامپ چنین چیزی رو در تلویزیون های که بوده در کاخ سفید و از اون طریق داشته آقای ترامپ ماجرا رو تماشا می‌کرده به صورت زنده، امکان اینکه یک چنین چیزی رو دیده باشه وجود نداشته. همینطور وقتی که آقای ترامپ میگفته که به صورت لحظه به لحظه به اون میگفتند که دارن چه کاری انجام میدن، مثلا آقای ترامپ در توصیفات خودش میگفته که الان ما داریم وارد اینجا میشیم، الان این اتفاق افتاد، الان اون اتفاق افتاد، میگن که از پنتاگون این صحبت ها اومده بیرون که میگن که امکان اینکه یک همچین مکالمه ای انجام بشه بین کسانی که در منطقه هستن و رئیس جمهور و کاخ سفید وجود نداره و یه مقداری بعضی ها شک میکنن به صحت این ادعاها. ممنونم از سام فرزانه از واشنگتن. ماما محمود صادقی نماینده مجلس ایران گفته وزیر اطلاعات نامه او را درباره پرونده متهمان ترورهای هسته‌ای برای پاسخگویی به معاونت‌های این وزارتخانه فرستاده. او در توییتر نوشته در صورت قانع کننده نبودن پاسخ‌ها درخواست تحقیق و تفحص خواهد کرد. آقای صادقی چند ماه پیش در نامه به محمود علوی وزیر اطلاعات درباره 10 مورد توضیح خواسته بود، از جمله چگونگی اعترافگیری از متهمان و مجازات عوامل ساخت و پخش مستند دروغین کلوپ ترور. وزارت جهاد کشاورزی در ایران استعفای محمود حجتی وزیر این وزارتخانه را تکذیب کرده. پیشتر خبرهایی از کنارگیری آقای حجتی منتشر شده بود. در ماه‌های اخیر عده‌ای از مدیران وزارت جهاد کشاورزی به اتهام فساد مالی بازداشت شدند، از جمله حمید ورناصری مدیر عامل پشتیبانی امور دام و همچنین خلیل آقایی معاون آقای حجتی و رئیس سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری. در ایران فیلم خانه پدری ساخته کیانوش عیاری بعد از چند روز اکران با دستور دادستانی توقیف شد. دادسرای تهران در بیانیه‌ای گفته این فیلم به اعتقادات مذهبی جامعه ایران توهین کرده و با ترویج خشونت علیه زنان تصویری غیر واقعی از خانواده ایرانی ارائه کرده. این فیلم که با محدودیت سنی در سینماها نمایش داده می‌شد، پیشتر هم توقیف بود و به دلیل صحنه‌های خشونت‌آمیز سال‌ها موضوع بحث.
به گزارش سازمان بین المللی پول، ایران برای تراز بودجه سال آیندهش نیاز دارد نفت را بشکه‌ای حدود 195 دلار بفروشد. بعد از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌ها، فروش نفت ایران افت شدیدی کرده. این نهاد پیش‌بینی کرده اقتصاد ایران امسال 9.5% کوچک شود، اما در سال آینده تغییری نکند. به گفته یکی از مدیران سازمان بین المللی پول، این یعنی تحریم‌های آمریکا در سال آینده نمی‌تواند فشار بیشتری وارد کند. این نهاد همچنین پیش‌بینی کرده پول ایران امسال 35% و سال آینده 31% ارزش خود را از دست بدهد. آرش حسنیا، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ در جمهوری چک با ما هستند. آقای حسنیا، عددی که برای فروش نفت صندوق بین‌المللی پول گفته حدود 195 دلار رقم خیلی بالاییه. الان نفت حدود 62 دلار هست. بنابراین اصلا به نظر نمیاد امکان داشته باشه که ایران بتونه نفتشو با این رقم بفروشه. درسته، همونطور که شما اشاره کردید قیمت نفت خیلی پایین تر از این رقم هست و بعید هیچ اتفاقی بتونه چنین شوکی رو به بازار نفت وارد بکنه که قیمت نفت رو به نزدیک 200 دلار یا 195 دلار مورد ارزیابی صندوق بین المللی پول برسونه. با این حساب اون بخش 30 تا 41% سهم نفت در بودجه امسال که بر اساس ارزیابی مختلف از 30 تا 41% ارزیابی میشه محقق نخواهد شد و همونطور که پیشتر هم کارشناسان داخلی اقتصاد ایران هم پیش بینی کرده بودن از رهگذر محقق نشدن درآمدهای نفتی و البته سایر درآمدهای ایران ناشی از تحریم‌ها بودجه امسال با یک کسری بودجه بزرگی روبرو خواهد شد که در همین گزارش صندوق بین‌المللی پول اون رو معادل 8% تولید ناخالص داخلی ایران در نظر گرفتن که اگر تولید ناخالص رو 713 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم این 8% رقمی در حدود 89 هزار میلیارد تومان میشه کسری بودجه، نزدیک هست به ارزیابی هایی که پیشتر از این هم در اقتصاد ایران صاحب نظران اقتصادی اعلام کرده بودن. قبلا هم گفته شده بود که کسری بودجه امسال عددی بین 67 هزار میلیارد تا 80 هزار میلیارد تومان خواهد بود. به جز این کسری بودجه، صندوق بین‌المللی پول درباره کوچک شدن اقتصاد گفته، درباره اینکه صادرات ایران، صادراتی که ایران، محصولاتی که ایران صادر میکنه کاهش پیدا خواهد کرد، اینها برای مردم به چه معنی خواهد بود؟ خب کوچک شدن اقتصاد ایران یا همون رشد منفی، در واقع اگر کل اقتصاد ایران رو شبیه یک سفره‌ای در نظر بگیریم که محصولات مختلفی در اون تولید میشه و بر سر این سفره گذاشته میشه که ساکنان داخلی در ایران از این سفره برمی‌دارن و مصرف میکنند، این سفره 10% با ارزیابی جدید صندوق بین‌المللی پول امسال کوچکتر از پارسال خواهد شد و این به معنای این هست که رکود حاکم بر اقتصاد ایران همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و میتونه رشد منفی که به پیش بینی کرده صندوق بین‌المللی پول منجر به افزایش نرخ بیکاری هم بشه. البته پیش از این هم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در دو ارزیابی خوشبینانه و بدبینانه نسبت به اقتصاد امسال همین رشد منفی 4 تا منفی 5% رو پیش بینی کرده بود که البته این ارزیابی صندوق بین‌المللی پول بسیار بزرگتر هست. در همین بین در هفته‌های گذشته آقای همتی، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران اعلام کرده که رشد اقتصاد ایران در بهار امسال اندکی مثبت شده بدون نفت و با نفت منفی بوده و علی ربیعی سخنگوی دولت هم این رو اعلام کرده که رشد اقتصادی ایران در فصل اول امسال یعنی بهار امسال کمی مثبت بوده. البته هیچ گزارش رسمی و مستندی از مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی ایران مبنی بر این منتشر نشده، اما چیزی که مشخصه این هستش که اقتصاد ایران در پایان سال 98 بر اساس حالا ارزیابی‌های مختلف در نهایت باید انتظار این رو داشته باشیم که کارنامه منفی به جا بگذاره و کوچکتر از قبل بشه. ممنونم ازتون آرش حسنی، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ با ما. در افغانستان عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی و یکی از نامزدهای پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری، میگوید این انتخابات به دور دوم نمی‌رود و تیم او صبر می‌کند تا کمیسیون انتخابات شمارش آرا را به سرانجام برساند. اعلام نتایج ابتدایی انتخابات افغانستان باز هم 17 روز عقب افتاده. آقای عبدالله میگوید از فردا باز شماری بخشی از آرا شروع می‌شود. در آغاز گفتگویی از آقای عبدالله، واکنش او را به تأخیر در اعلام نتایج مقدماتی انتخابات پرسیدم. خب تأخیر به دلایلی که خود کمیسیون میدانه صورت گرفته، چون یک قسمت
بازشماری آرا قرار است که از فردا آغاز شود و قبل از نتایج اعلان نتایج ابتدایی باید صندوق های قرنطین میرن اونا بازشماری شوند و بحث های تکنیکی هم هست. البته این تصمیم کمیسیون بوده و توقع ما است که وقت هم ضایع نشه، اما در این حال مهمترین مسئله شفافیت انتخابات است و تأمین شفافیت کامل در پروسه که برای ما اهمیت زیاد داره. اگر که رای پاک جدا شوه و حساب شوه و کاری که جریان داره و باید با شفافیت به اتمام برسه، انشاءالله انتخابات به دور دوم نمیره. عبدالله عبدالله بود، رئیس اجرایی و یکی از نامزدهای پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، و نسخه بلندتر این گفتگو رو میتونید امشب در برنامه 60 دقیقه ببینید. فعلا نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم امروز. جامعه جهانی از کشته شدن ابوبکر بغدادی رهبر داعش استقبال کرده، اما همزمان کارشناسان میگویند با مرگ او فعالیت این گروه متوقف نمی‌شود. صندوق بین‌المللی پول در گزارش تازه خود میگوید ایران وارد رکود اقتصادی شده و تخمین زده اقتصاد این کشور در سال جاری میلادی حدود 9.5% کوچکتر شده باشد. در ادامه این برنامه، موافقت پارلمان عراق با اصلاح قانون اساسی در پی موج تازه اعتراض‌های خشونت‌آمیز. سه روز مانده به موعد برگزیت، اتحادیه اروپا با تعویق 3 ماهه تاریخ خروج بریتانیا از این اتحادیه موافقت کرده. البته اتحادیه اروپا این گزینه را هم به بریتانیا داده که اگر توافقنامه خروج زودتر به تصویب مجلس رسید، این کشور بتواند 1 یا 2 ماه زودتر اتحادیه را ترک کند. در همین حال نماینده مجلس بریتانیا یک بار دیگر پیشنهاد دولت را برای برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی بررسی می‌کنند، پیشنهادی که برای تصویب به رأی 2/3 نمایندگان نیاز دارد. خبرنگار ما بهرنگ تاجدین از مقابل پارلمان بریتانیا با ماست. بهرنگ، آقای جانسون هم نتونست به قولش عمل کنه و سر موعدی که قول داده بود بریتانیا را از اتحادیه اروپا خارج کنه. دقیقاً از موقعی که ترزا می 5 ماه پیش اعلام کرد که میخواد از نخست وزیری بریتانیا کناره‌گیری کنه و بوریس جانسون اعلام کرد که میخواد خودش رو کاندیدای جانشینی خانم می بکنه، آقای جانسون میگفت که 31 اکتبر با توافقنامه بی توافقنامه تحت هر شرایطی از آسمون سنگ ببارم بریتانیا رو از اتحادیه اروپا خارج میکنه. از همون روز اول هم خیلی‌ها میگفتن نمیشه، شما نمیتونی این تضمین رو بدی، به خاطر اینکه در نهایت بیشتر از نصف نمایندگان مجلس بریتانیا با خروج بی توافق مخالفن، ولی آقای جانسون میگفتش که شکاکان و بدبین‌ها و سیاه‌نماها بهشون ثابت میشه که اشتباه میکردن و من میتونم این کار رو انجام بدم. اما در نهایت دیدیم که این وعده عملی نشد. نکته خوب و مهم برای بوریس جانسون اینه که به نظر میاد اکثر بدنه حزب حاکم محافظه‌کار و خیلی از مردمی که طرفدار بوریس جانسون هستن ظاهراً با نظر دولت موافقن که تقصیر نمایندگان مجلس بوده. حتی اگر که ما بگیم که این نماینده ها همون نماینده هایی هستند که چند ماه پیش هم بودن، باز هم مردم فکر میکنن این مجلسه که نذاشته آقای جانسون به خواستش برسه و به قولش عمل کنه، به وعدش عمل کنه، و به همین خاطره که آقای جانسون داره تمام تلاشش رو میکنه که این پارلمان رو تغییر بده و با یه انتخابات زودرس یک پارلمان جدید سر کار بیاد. چقدر احتمال داره که نماینده ها رأی بدن به اینکه انتخابات زودرس برگزار بشه؟ به نظر میاد که حزب اصلی مخالف دولت، حزب کارگر، میخواد در واقع رأی ممتنع بده و تا وقتی که 2/3 نماینده های مجلس با انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودرس موافقت نکنن این اتفاق نمیفته. اما دولت از چند روز پیش گفته بود که اگر که نماینده های مجلس با برگزاری انتخابات زودرس موافقت نکنن، دولت اعتصاب میکنه، دیگه هیچ لایحه‌ای رو به مجلس نمیاره و الی آخر. و حالا صحبت از اینه که اگر امروز تا چند ساعت دیگه نماینده ها باز هم با درخواست دولت مخالفت کنن، ممکنه دولت فردا به جای اینکه دوباره یه همچین رأی گیری بذاره، یه لایحه یه خطی به مجلس بیاره که در فلان تاریخ بریتانیا یک انتخابات جدید پارلمانی داره، که نکته مهم اینه که چنین لایحه‌ای فقط به رأی نصف به علاوه 1 نماینده ها احتیاج داره و نه 2/3، و تلاش کنه از این راه
به یک انتخابات زودرس پارلمانی برسه، راهی که خب از یه جهتی هم برای احزاب مخالف بهتره، به خاطر اینکه میتونن تاریخ انتخابات رو توی اون لایحه بنویسن و نگران نباشن که وقتی مجلس منحل شد دولت انقدر انتخابات رو عقب بندازه تا بریتانیا بی توافق از اتحادیه اروپا بیاد بیرون، خطری که قبل از این وجود داشت. ولی مسئله اینه که تصویب یک لایحه به کار یک روز مجلس نیست، بلکه مجلس عوام باید در چند مرحله بررسی کنه، بعد بره مجلس اعیان، بعد برگرده اصلاحیه بخوره و اینها. داستان ادامه داره. حالا حداقل برای 3 ماه آینده همچنان در مقابل پارلمان بریتانیا حضور خواهی داشت. ممنونم ازت بهرنگ تاجدین. معاون سازمان حفاظت از محیط زیست ایران در واکنش به انتشار فیلمی از شکار کل در استان یزد گفته که این شکار با مجوز بوده، اما شکارچیان نباید با انتشار عکس و فیلم به احساسات مردم ضربه بزنن. این سخنان واکنش های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته. همکارم پویا قربانی خبر رو دنبال کرده. پویا جریان چی؟ 28 مهر همونطور که این شکارچی در فیلم میگه این فیلم ضبط شده، در کنار لاشه کل این فیلم رو گرفته و روی خود فیلم توضیح میده که از استان قزوین هست و در حقیقت تشکر میکنه از شکارچی های قانونمند و آرزو میکنه که این شکار قسمت بقیه شکارچی هم بشه. اعلام میکنه که 2 تا کل تو این مدت تونستن بزنن. خب روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست به نقل از کیومرث کلانتری همونطور که گفته که این شکار در چارچوب قانون بوده. این چارچوب قانون یعنی چی؟ یعنی که این در حقیقت در قروق اختصاصی علی‌آباد چلگزی که تو شهرستان مهریز استان یزد اتفاق افتاده، در قبال این شکار مجوز لازم در حقیقت تهیه شده و پولی هم برای این گرفته شده. این یک روال طولانی و هم توضیحش طولانی هم خود روالش طولانیه، ولی داستان اینه که این قروق‌های اختصاصی که تو یزد ما 3 تا قروق داریم، همین قروق علی‌آباد 50,000 هکتار فکر کنم مساحتش، یعنی اصلا محیط‌های کوچیکی نیستن. این شکارچی‌ها میرن اونجا و شکار میکنن. حالا اتفاقی که افتاده چیه؟ کیومرث کلانتری میگه که شکار کردین، حالا عکسشو نگیرین یا فیلمشو نگیرین. خود این واکنش خیلی ها رو برانگیخته، حتی شاید بشه گفت از اون واکنش به فیلم شکارچی بیشتر، که خب یعنی چی؟ یعنی الان شکار بکنم ولی پنهان بشه این داستان، یا مثلا حالا تیترای زیادی هم ازش ساختن در شبکه‌های اجتماعی که شکار پنهانی میشه، اگه بعد خب چرا مجوز میدین؟ ولی خب این یه در حقیقت احتمالاً داره تاکید میکنه روی اینکه قدرت شبکه‌های اجتماعی منجر به این نشه که اون حس افتخاری که به هر حال شکارچی از اون شکار داره چند برابر بشه. در حقیقت این اون وقت مهار کردن شاید سخت باشه و به جاهای دیگه برسه. اما این اولین اظهار نظر جنجالی آقای کیومرث کلانتری نیست. قبلا پارسال وقتی که ازش پرسیده بودن که خب 2000 تا مجوز شکار پرنده تو استان تهران صادر شده، که با هر مجوز هم من نگاه کردم دیدم میتونستن 5 تا پرنده بزنن، وقتی ازشون پرسیدن چرا، گفته که غریزه شکارچی باید ارضا بشه. حالا میگم امیدوارم که از این دست اظهار نظر جنجالی حالا کمتر از ایشون بشنویم، اما خب خودشون هم شاید توضیحی در این باره داشته باشن. ولی خب قبل از این اظهار نظر آقای کلانتری، روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان یزد اطلاعیه داده بود، چند تا نکته رو گفته بود، استدلال کرده بودن که خب اگه کل پیر شکار نشه نمیتونه جایگزین بشه با کل جوان، وقت قدرت باروری در گله پای میاد و این در حقیقت به ازدیاد نسلشون کمک نمیکنه. من دیدم تو بند 4 رو مسائل اقتصادی اشاره کردن، اینجا جایی که خیلی واکنش برانگیز بوده. برسیم به واکنش ها، در حقیقت چیزایی که گفته شده بحث شکارچیان خارجی هست، بحث همین قروخ های اختصاصی هست. بسیاری تقبیح کردن و گفتن خب هنری نیستش که با تفنگ دوربین دار بریم مثلا کلا که یه حیوان بی‌دفاع است بزنی، اما از اون ور خیلی‌ها دارن میگن که بابا این یک ساختار در مثلا کشورهای دیگه هم وجود داره که شما میری نشون گذاری شده یک کلو بهت اجازه میدن یا یک چهارپار اجازه میدن که شکار کنی. اما در این ور داستان هم بسیاری استدلال میکنن که بیشتر استدلال فلسفیه، که خب مثلا این چهارپا رو شما میتونین بزنین خب یا مخالفشین، از اون ور مثلا
چهارپایانی که برای زپ هستن در حقیقت ممنونم. پرورش داده میشن، تکلیفشون چیه؟ ممنونم از پویا قربانی همکارم جبا. پارلمان عراق با درخواست معترضان برای اصلاح قانون اساسی موافقت کرد. به گزارش تلویزیون دولتی عراق، نمایندگان در نشست امروزشان به تشکیل کمیته‌ای رأی دادند تا ظرف 4 ماه پیشنویس قانون اساسی جدید را تهیه کند. انحلال همه شوراهای محلی و سلب اختیارات ویژه نخست وزیر، رئیس جمهوری و رئیس پارلمان از دیگر مواردی بود که نمایندگان بر سر آن توافق کردند. توافقی در 4 روز از موج تازه اعتراضات خشونت‌بار در شهرهای مختلف عراق که بر اساس گزارش‌ها بیش از 70 کشته به جا گذاشته. همزمان ارتش عراق در بغداد مقررات منع رفت و آمد شبانه اعلام کرده. فؤاد مسیحا گزارش میدهد. 4 روز از دور تازه اعتراض ها در عراق. امروز پارلمان هم کنار معترضان ایستاد. معترضانی که خواسته اصلیشان کنار رفتن دولت است. نمایندگان پارلمان در نشست امروزشان به اصلاح قانون اساسی، انحلال شوراهای محلی و سلب اختیارات ویژه سران حکومت رأی دادند. رئیس جمهوری، نخست وزیر و رئیس پارلمان. شکایت اصلی آنهایی که به خیابان‌ها آمدند، فساد، بیکاری و ضعف خدمات دولتی است. امروز دانش آموزان و دانشجوها هم به جای کلاس به خیابان‌ها آمدند، به همراه استادان و معلمانشان. اینجا در شهر دیوانیه در جنوب بغداد اتحادیه دانشگاه‌ها و مدارس اعتصابی 10 روزه اعلام کرده تا وقتی که به گفته آنها رژیم سقوط کند. تنها چیزی که ما می‌خوایم استعفای رسمی دولته. اونا باید به صدای ما گوش بدن. دور دوم اعتراض‌ها در ماه اکتبر از پنجشنبه شروع شد. اعتراض هایی که خیلی زود به درگیری میان معترضان با نیروهای امنیتی و شبه نظامیان هوادار دولت کشید. در 4 روز گذشته بیش از 70 از معترضان کشته و صدها نفر هم زخمی شدند. بیشترشان به دلیل شلیک گاز اشکاور نیروهای امنیتی. گناه ما چیه؟ چرا باید به ما گاز اشکاور و گلوله شلیک کنند؟ دیروز 3 کشته شدند. زخمی ها صدها نفرند. این موتور سه چرخه ها و آمبولانس ها برای انتقال زخمی ها کافی نیستند. ارتش هم میگه به ما ربطی نداره. نمیتونه ما رو محافظت کنه. بر اساس گزارش ها نیروهای امنیتی امروز هم به طرف معترضان گاز اشکاور شلیک کردند. هم سخنگوی نخست وزیر و هم وزیر آموزش عالی عراق به دانشجوها و استادان هشدار دادند که در تظاهرات شرکت نکنند، وگرنه تنبیه سختی در انتظارشان خواهد بود. دانشجوها اما میگویند تا پایان کار این دولت سر کلاس‌هایشان نخواهند رفت. خیلی های دیگر هم از معترضان حمایت کردند، از جمله بعضی از طلاب و مدرسین حوزه علمیه نجف. طلبه ها و مدرسان حوزه علمیه اومدن که حمایت خودشون رو از اعتراضات مسالمت آمیز و حقوق مشروع مردم اعلام کنند. به سیاستمداران فاسد میگیم که باید برن. این خواسته همه عراقی هاست. ما اونا رو نمیخوایم و فاسدا باید برن. هدف معترضان کنار رفتن این مرد است. عادل عبدالمهدی، نخست وزیر، از زمان شروع اعتراض ها در 1 ماه پیش بارها گفته قصد کنار رفتن ندارد. او طرحهایی را برای اصلاحات اقتصادی پیشنهاد کرده، اما آنطور که از وضعیت خیابان‌های عراق پیداست هیچ کدام از این پیشنهادها به دل معترضان ننشسته. فؤاد مسیحا، BBC. ممنون که با BBC فارسی همراه هستید.